رسانه‌های دولتی سوریه از حمله‌های گسترده هوایی بامداد دوشنبه به مواضع نظامی این کشور خبر دادند. در این حمله‌ها دست کم 16 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند که حال 6 تن از آنها وخیم گزارش شده است. زخمی‌ها در بیمارستان مورد درمان قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید از زمان حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه این گسترده‌ترین حمله به این کشور بوده است. گفته می شود تأسیسات پژوهش جنگ افزارهای شیمیایی هدف قرار گرفته و آتش سوزی های گسترده ای روی داده است. بنابر گزارش ها عوامل جمهوری اسلامی هم در محل حضور داشتند، اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن شدید حمله ها حضور عوامل رژیم در تأسیسات را تکذیب کرده و گفته است ادعاها در این باره را که برخی مراکز مرتبط با ایران و سوریه مورد حمله بامداد امروز بوده تایید نمی کنیم. به گفته او مناطق مورد حمله مراکز تحقیقاتی ارتش سوریه بوده است. اقدامات این رژیم صرفا محدود به جغرافیای فلسطین و نوار غزه و کرانه غربی نیست، بلکه این رژیم مدت هاست که ارتکاب جنایات فرامرزی رو در دستور کار خودش قرار داده و از نظر اونها جنایت و ارتکاب به جنایت هیچ حد و مرزی نداره. ما معتقدیم که زمانش مدت هاست فرا رسیده که حامیان رژیم غاصب صهیونیستی از تسلیح و حمایت از این رژیم دست بردارن و اینکه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی به صورت جدی اقدامات تجاوزکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشورهای دیگر همسایه و مستقل در منطقه رو محکوم بکنن و در مقابل این میزان از جنایت و رفتار ماجراجویانه اقدامات جدی و بازدارنده انجام بدن، این یک جنایت وحشیانه و آشکار هست و همونطور که عرض کردم ما این اقدام رو با قوی ترین عبارات محکوم میکنیم، با دولت و ملت سوریه به ویژه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی میکنیم. اون چه که هم در برخی از رسانه های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده مربوط به این که احیانا مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن، ما تایید نمی کنیم. اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن حمله به برخی از مراکز سوری از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه رو مورد حمله و تجاوز قرار دادن. و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم دوباره از انتقام سخت از اسرائیل سخن گفته، این بار به شکلی دیگر. طعم تلخ انتقام از شرارتهایشان را خواهند گرفت. کی؟ کجا؟ چگونه؟ حتما متفاوت عمل خواهد شد. این معما زمانی برای همه حل می شود. نباید فکر کنند. می زنند و می گریزند. می خورند و نمی توانند بگریزند. درس‌های بزرگی خواهند آموخت، عبرت خواهند گرفت که دیگر با دم شیر بازی نکنند. و این ملت ایستاده است. با این حال نخست وزیر اسرائیل میگوید در هر حادثه تروریستی منطقه پای جمهوری اسلامی و نیابتی‌های دست نشانده‌اش در کار است. نحن موقفين بايديولوجيا رصخانيت. ما را یک ایدئولوژی آدمکش به رهبری محور شرارت یعنی ایران احاطه کرده. در چند روز گذشته این تروریست‌های چندش‌آور 6 گروگان ما و 3 مأمور پلیس اسرائیلی را کشتند. آدمکشان در کشتن ما تبعیضی قائل نمی‌شوند. می‌خواهند همه ایمان را بکشند تا نفر آخر. چپ و راست، سکولار و مذهبی، یهودی و غیر یهودی، فرقی نمی کند. آنچه تا کنون مانع نابودی ما شده قدرت کشور اسرائیل و قدرت نیروهای مسلح اسرائیل بوده و هست. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد مرکز عمده حمله ها شهر مسیاف در استان هماه بوده، اما دمشق، حمص و ترتوس نیز هدفهای دیگر حمله های موشکی شبانه بودند. سوریه اسرائیل را عامل حمله ها می داند، اما اسرائیل در این قبیل مواقع مسئولیت را بر عهده نمی گیرد و اظهار نظر نمی کند.